نوبت هستیم. به ما گفتن 4 تا 6 هفته طول میکشه تا نوبت ما بشه اونجا بستری بشیم برای ترک اعتیاد. آخرین باری که بچه ها تو دیدی کی بود؟ بچه ها ما؟ اول پسر بزرگه 14 ساله. پسر اولین بزرگ است. حدوداً 10 سال ندیدمش. چی؟ 10 سال پیش؟ آره. دخترم آخرین بار 2 سال پیش دیدمش. من دیدمش اما اون منو ندید. کجا دیدیشون؟ توی خیابون دیدمش، نشسته بود پیش عموش. ولی من اجازه ندارم که بخوام اونو ببینم. از موقعی که از توران جدا شدم دیگه من اجازه ندادن که بخوام دخترمو ببینم. پسره چی؟ پسرمو 2 سال پیش آخرین بار بود که دیدمش. خب یعنی تو این 10 سال اخیر یکی دو بار بیشتر بچه هاتو ندیدی. پس الان برای کریسمس بزرگترین آرزو واقعا چیه؟ آرزوم اینه که دخترمو ببینم، همینطور پسرمو، اصلا هر سه تاشونو دلم میخواد ببینم، ولی به خصوص دخترمو، چون اصلا دخترم یه جای خاصی توی قلب من داره. من با زخم زبونات من خود منم خیلی سخته این مصاحبه، یعنی یکی از سخت‌ترین مصاحبه هست که تا دو عمرم میشه گفت کردم. با حرفا رو زخم عمیقم با تو هم که داری بگریم میخندی، کاش میشد بیای. دوست داری بچه ها تو برای کریسمس ببینی یا حداقل سعی تو کردی؟ خیلی دوست دارم، آرزومه، ولی میدونم هیچ شانسی ندارم. هیچ شانسی؟ آره، چندین بار رفتم اما متاسفانه هیچ شانسی ندارم. سعی تو کردی؟ بچه هات نمیخوان یا کسایی که ازشون مواظبت میکنن نمیذارن؟ نمیذارن. تا به حال فکرشو کردی که ترک بکنی؟ شاید اگه سر و وضعت بهتر باشه اجازه بدن بچه هاتو ببینی. دارم سعیمو میکنم، اسمم هم نوشتم اما طول میکشه. نشانه هایی که ترک الکل میتونه داشته باشه، از ترس، از لرزیدن، لرزش بدن، تا حتی تشنج و کما میتونه باشه. در بدترین حالت ایست قلبی. این خانم به این آسونی نمیتونه الکل رو بذاره کنار. یعنی اگه ایشون از امروز به فردا یا ول بکنه الکلو، حتی براش خیلی خطرناکه. ممکنه که کارش به بیمارستان، بخش مراقبت‌های ویژه و حتی منجر به مرگش بشه این قضیه. من امروز باز در حال مشروب خوردن دیدمت. بعد چی بهت گفتم؟ گفتم هی مشروب نخور. مسئولیت 3 تا بچه که الان وجود دارن داری که هیچ. مسئولیت 3 تا بچه دیگه هم که تو شکمت هم الان روته. پس واقعا باید بجنگی با این موضوع. قبلنا موقعی که الکل زیاد مصرف میکردم، مست میکردم، دزدی هم میکردم، هیچی نمیفهمیدم. یهو به خودم میمدم میدیدم پیش پلیسم. پس چرا انقدر الکل زیاد میخوری؟ به خاطر که مشکلاتمو فراموش کنم. تو همش داری الکل میخوری که مشکلاتتو فراموش بکنی، ولی روز به روز مشکلاتت دارن بیشتر میشن. اگر همینجوری هم پیش بری هیچ وقت نمیتونی از این گردابی که توش افتادی بیرون بیای.
تو الان فقط مسئول 3 تا بچه نیستی که میدونی، مسئول 6 تا بچه داری میشی. واقعا باید سعی کنی با این مشکلت بجنگی. و اگرم اعتیادتو ترک بکنی، خیلی شانس بیشتر داری که اون 3 تا بچه‌ای که الان نمیتونی ببینی و ببینی و اون 3 تایی هم که تو شکمت هستن رو نگه داری. خودم هم میدونم، واسه همین گفتم که بچه ها رو سخت کنم. منتها قانونه، بعد از هفته 8 دیگه نمیشه این کارو کرد. منم دیر فهمیدم. قبلنا قانونی نبود، تا هفته 12 اجازه کورتاژ بود. ولی در حال حاضر اصلا نمیدونم چی کار کنم. راستش میدونین چیه؟ فقط دوست دارم خودکشی کنم. دوست دارم تو این دنیا نباشم دیگه. راستش میدونین چیه؟ فقط دوست دارم خودکشی کنم. دوست دارم تو این دنیا نباشم دیگه. خیلی به این موضوع فکر میکنی که خودکشی کنی؟ دوست دارم تو این دنیا نباشم دیگه. اون وقت به چی میرسی؟ هیچی، ولی خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم، جرأتش هم ندارم که بخوام خودکشی کنم. Diese Kinder im Zukunft werden älter werden und dann werden die nach Mama suchen. خب اگه خودکشی کنی، سرنوشت اون بچه‌هات پس چی میشه؟ ولی اگه این مشروبو بذاری کنار، آینده بهتری هم خودت داری، هم بچه‌هات. فکر نمی‌کنی این بهتره؟ منم خیلی دوست دارم که الکلو قطعش کنم، دیگه مصرف نکنم. قبلاً فقط توی مهمونی‌ها و جشن‌ها و پارتی‌ها مصرف می‌کردم. تعداد معتادان به الکل خیلی بیشتر از اونه که ما فکر می‌کنیم. چون بیشتر دام الخمر را بدون که خودشون بدونن اعتیاد دارن. حالا این از این شروع میشه که یک آدم میاد شب خونش، میخواد برای اینکه ریلکس بکنه یه مقدار مشروب میخوره. این از یک بار در هفته میشه 2 بار، به خصوص وقتی که تنها هستش 2 بار میشه 3 بار. کسی که 3 بار در هفته از یک میزان این مشروب بیشتر بخوره، اون دام الخمر حساب میشه از نظر تعریف پزشکی. فرضاً توی آلمان 1.3 تا 2.5 میلیون مریض الکلی ما داریم اینجا. بیشترشون البته مردا هستن، حدود 70%. هرچند داره سال به سال میزان خانومهای الکلی بیشتر میشه نسبت به آقایون، ولی خب از نظر تاریخی مردا الکل خوردن و یک سمبل مردونگی و قوی بودن میدونستن. برای همین تعداد مردایی که ابتلا به بیماری الکلیسم دارن بیشتر هستش. تو خودت قبلاً به آدمایی که احتیاج به کمک داشتن توی خونه سالمندان کمک کردی، خودت اونجا کار کردی و هر این کار هر کسی نیست، یعنی خیلی آدمای مهربون فقط این کارو میکنن. حتما دوره هم دیدی برای این کار، نه؟ من دوره دیدم واسه نگهداری از سالمندان. اون موقع توی خونه سالمندان از آدمای مسن نگهداری میکردم. اما اصلا باورم نمیشه الان به جایی رسیدم که نیاز دارم یه نفر از خودم نگهداری بکنه. فکرشو میکردی به اینجا برسی؟ نه، هیچ وقت فکرشم نمیکردی که یک دفعه زندگیت از این رو به اون رو بشه. نه، این اولین کریسمسیه که تو خیابون هستی، نه؟ بله. مریم، الان داریم وارد سال جدید میشی. این اولین کریسمسی هم هست که تو تنهایی و تو خیابونی. هر کسی بالاخره یه آرزوی داره. آرزوی تو چیه؟ آیا من میتونم بهت کمک بکنم یا حداقل سعی کنم که آرزوتو برآورده بکنم؟ چه جوری میتونم من خوشحالت بکنم؟ دخترمو دوباره ببینم. دخترتو ببینی؟
اوکی باشه. پس میخوای سعی کنیم با هم دیگه بریم تو اون کوچه‌ای که قبلا خاطرات داری و شاید الان بچه‌هات اونجا زندگی میکنن پیداشون بکنیم؟ ولی بعد قبلش یه چیزی به من قول بدی. قول بده که سعی میکنی واقعا از صمیم قلبت سعی میکنی که مشروب خوردن رو ترک کنی و من بهت قول میدم که همین امروز الان برات میدارم میبرم تو همون کوچه‌ای که خاطرات داری و سعی میکنیم با هم دیگه که بچه‌هات رو دوباره ببینی. من فقط آدرس مادر شوهر سابقم رو دارم، همین. اشکالی نداره، ما میریم به اون محله‌ای که قبلا زندگی میکردی و شانسمون رو حداقل امتحان میکنیم. شاید بچه ها تو دیدیم و یا اینکه یک آشنایی رو پیدا کنیم که بتونه بهت کمک کنه. ولی اونا اصلا دوست ندارن منو ببینن. از زمانی که از توران جدا شدم دیگه اونا هم نمیخوان منو ببینن. به معجزه اعتقاد داری؟ بعضی وقتها آره. امید داری؟ در حال حاضر خیلی کم. میخوای با هم دیگه سعیمونو بکنیم؟ بله. اوکی، من الان ازش این قول رو گرفتم که حداقل سعی بکنه که احتیاطی به مشروبی که داره قطعش بکنه یا کمترش بکنه، به دلیل اینکه شانس خودش و سلامتی خودش و این شانس رو بیشتر به بچه های آیندهش بده که بتونه ببینتشون و همچنین بچه هایی که باردار هستش. یعنی الان این طرف مسئول 6 تا بچه است، نه فقط 3 تایی که وجود دارن. آرزوش از دست داده، امیدش از دست داده، ولی هممون این حقو داریم که یه آرزو برای یا عید خود ما ایرانی ها یا ایشون برای کریسمس خودشون. من الان بهش قولی دادم که سعی میکنم حداقل کمکش بکنم که این بچه هاشو پیدا کنه یا حداقل از اون کوچه‌ای که توش قبلا بوده زندگی کرده خاطرات داره اون کوچه رو پیدا کنیم، ازش رد بشیم. به امید این که خودم دارم که یه ذره حتی شاید کمکش بکنم برای چون سال نوه